درود می‌فرستم به شما بینندگان عزیز. خوشحال هستم که چون همیشه همراه من هستید. برنامه‌ای رو برای شما عزیزان در نظر دارم اجرایی کنم تحت عنوان آبشارهای ایران. در این برنامه سعی می‌کنم مهمترین آبشارهای ایران رو به شما عزیزان معرفی کنم. راه‌های دسترسی به این آبشارها، ویژگی‌هاش و همچنین مکان این آبشارها رو به شما عزیزان نشان خواهم داد. در کنار این آبشارها از چشمه‌سار ادب فارسی برای شما سروران عزیز قطعه‌های ادبی رو انتخاب می‌کنم و می‌خوانم. امیدوار هستم که هم فعال باشد و هم تماشا و از دیدن این برنامه‌ها لذت ببرید. نخستین آبشاری که در نظر دارم به شما معرفی کنم آبشار هریجان هست در جاده چالوس، تقریبا 4 کیلومتر بعد از سیاهکوشه. در برنامه های بعدی آبشارهای جواهرده رو برای شما معرفی خواهم کرد در شهر رامسر، عروس شهرهای ایران. خوشحال هستم که با من همراهی و از این مناظر و از این آبشارها و از این موقعیت‌های جغرافیایی بسیار زیبای ایران شما هم لذت ببرید و شادکام شدید.
درود میفرستم به شما بینندگان عزیز. در کنار آبشار زیبای هریجان سیاه بیشه هستم. تقریبا 107 کیلومتر بعد از شهر کرج در جاده چالوس به این آبشار زیبا میرسید. این آبشار تقریبا در 8 کیلومتری سیاه بیشه قرار داره. 4 کیلومتر و نیم بعد از سیاه بیشه به یک دوراهی میرسید که نوشته روستای هریجان. پس از طی این جاده خاکی به این آبشار زیبا میرسید. گرچه که در فصل تابستون هستیم و شهریور ماه و در این فصل خشک بارندگی بسیار کم هست، اما اندک آبی از این آبشار جاری است که با کمی دقت صدای آن را هم میشنوید. خوشحال خواهم شد که با هم از این آبشار زیبا دیدن کنیم. در این هوای بسیار عالی، مهالود، با اکسیژن بسیار بالا و صدای دلنشین آب آبشار زیبا که انشالله
با بارش بارندگی ها بسیار پر آبتر شود. شما رو مهمان می کنم به حکایتی از بوستان سعدی. یکی در بیابان سگی تشنه یافت، برون از رمق در حیاتش نیافت. کله دلو کرد آن پسندیده کیش، چو حبل اندر آن بست دستار خیش. بله، وقتی که دید سگ تشنه است، توان شکیبایی و توان بی تفاوتی نداشت، عمامش را از سر به در آورد و مانند ریسمان و تناب به سطلی بست، به چاهی انداخت و آبی برآورد. به خدمت میان بست و بازو گشاد، سگ ناتوان را دمی آب داد. خبر داد پیغمبر از حال مرد، که داور گناهان از او عفو کرد. یک کار پسندیده انجام داد، داور گناهان او را بخشود. مثبت اندیشی اینقدر زیاده، در ترصد آنند، مترصد آنند، در کمین آنند که کسی کار نیکی انجام دهد، بهانه و دستاویزی باشد برای آمرزش گناهان. الا گر جفاکاری اندیشه کن، وفا پیشگیر و کرم پیشه کن. کسی با سگی نیکویی گم نکرد، کجا گم شود خیر با نیک مرد. بله، کسی با سگی نیکویی گم نکرد، کسی با سگی نیکویی گم نکرد، کجا گم شود خیر با نیک مرد. انشاءالله همیشه دستتون به خیر و نیکی و خوبی و شادی و خوشحالی برای خود و دیگران باشد. مسیری که من اومدم البته مسیر درستی نبود، به دلیل اینکه از کنار رودخونه نباید حرکت کرد، از حاشیه رودخانه باید حرکت کرد، ولی برای اینکه تصویر زیبایی برای شما تهیه کنم چون این ریسکی رو کردم. همیشه از حاشیه رودخانه حرکت کنید. تنور دلتان گرم و پر نور باد. جان 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 نه 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 من که بوده؟ خوشنی من که بوده؟ مامان من که بوده؟ باش 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 خوشنی من که بوده؟ خوشنی من که بوده؟ دل من که بوده؟ جون 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 چرا تو ناشی؟ چرا تو ماهی؟ چه خوشگله، چه نازه، چه گوبله، چه بازه. باش 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 بری آه بری ناشی